نشریه ملدوانی نیوزمیکر ام دی بوزنه که روز 3 میون بوروستا مشوروف در یک اوپایمو از استانبول به کشنیوف اومد و شاهد دو افسر ملدوانی رو کشتن او گردید، مصاحبه اختصاصی انجام داده است. نیمه دوم روز 3 میون مقامات مرزبانی مالدوا از بین مسافرانی که از استانبول به کشنیوف اومدند 12 نفر شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، روسیه و ترکیه را اجازت ورود ندادند. این زن که امروی کودکش به خاطر دریافت پناهندگی به کشورهای اتحادی اروپا را سپر بود، مثل رستم مشهورف اجازت ورود به مالدوا را به دست آورده نتوانسته است و چند ساعت امروی او در داخل فرودگاه کشنیوف بوده است. برنا بگمزاده، ژورنالیست 30 ساله از تاجیکستان، به نشریه نیوزمیکر ام دی نقل کرده است که آن شام 9 ایون در فرودگاه چه گذشت و چگونه رستم مشهورف در فاصله همگی 1 یا 2 متر از وی کودکش افسر مرزبان مالدوا را با مشت زده از پای افتاند و پیستولتش را کشیده گرفته او را پراند. بنا به نقل برنا بگمزاده، او و کودکش باید طریق ترانزیت از مالدوا باید به اوکراین و از آنجا به پولشا می رفتند، ولی در فرودگاه کشنیوف او را راه ندادند و گفتند برای رفتن به اوکراین باید دعوتنامه باشد. برنا بگمزاده درباره رستم مشهورف چنین نقل کرده است: در هواپیما من او را ندیدم، ولی بعدا ما را به فرودگاه راه ندادند و گفتند بشینید و منتظر باشید تا مسئله شما را حل کنیم. من او را همان وقت دیدم، خیلی اگریسیوی به نظر می رسید و پیش و قفو قدم می زد. من رو افسر با نام سرگی مونتیانو دعوت کرد و از هدف سفر من به اوکراین رو پرسید. من به او مشکلم رو گفتم. او با من یکان 10 دقیقه حرف زد و سپس گفت شما اینجا بمانید، بقیه رو با پرواز بازگشت به استانبول می فرستم. در همین لحظه برای من از اوکراین دعوتنامه فرستادند و من آن رو زود به سرگی نشان دادم. او عکس دعوتنامه رو گرفت و گفت شما منتظر باشید. بعد این رستم مشهورف پیشم آمد و پیشنهاد کرد که به سرگی یگان سوم دیم تا من رو هم به استانبول پس نفرستد. من گفتمش که اگر پول پیشنهاد کنم من رو هم پس میفرستند. برنا بگمزاده لحظه شروع تیرپرونی رو نیز نقل کرده است. به گفته او این حادثه در فاصله همگی 1 یا 2 متر از جای نشست او و کودکش رخ داد. مرزبان سرگی و مسافرانی که به مالدوا راه داده نشدند از پیش من گذشتند. آن آدم اول بر روی سرگی با مشت زد، سرگی افتاد و او پیستولتش رو گرفت. این در فاصله همگی 1 یا 2 متر از من رخ داد. بعد او که تیرپرونی سر شد، من کودکم رو گرفته همراه یک نفر دیگر از آنجا گریختیم. ما میشنیدیم که تیر پرانده استودند و نمیدونستیم که کی رو کشتند. بعد نیم ساعت وقتی همه جا آرام شد، ما رو به باغ بردند. ما آنجا منتظر شدیم. سپس کارمندان پلیس اومده ما رو به دیگر جا برای بازپرسی بردند. برنا بگمزاده میگوید در جریان بازپرسی ها به سر او باز یک مشکل دیگر اومد، چون که همه فکر میکردند که او هم سر رستم مشهور است و این را پنهان میکند. مقامات مالدوا اول فکر میکردند که من همسر تیراندازم و با او رابطه داشتم. من با وریخت و تلفن خود را دادم تا مطالعه و تحقیق کنند که من با این آدم یگان عمومیت ندارم. من او را نمیشناختم، ولی اسم میکردم که یا کارمند ملیسا یا محافظ است، چون که آدمان عادی چنین کاری را انجام دادن نمیتوانند که پیستولت را بگیرند و چند کس را جا به جا بکشند. شاید اگر ما نمیگریختیم این هموطن ما من و کودکم رو هم میکشت. برای او دیگر فرقی نداشت که کی رو میکشد. من خیلی متاسفم و این برایم سخت است که یک شهروند ما شهروند شما رو کشت. ما فقط به خاطر زندگی بهتر فرار کرده بودیم و نمیدونستم که در فرودگاه چنین اتفاق میافتد. این برای من ناگهانی و سخت بود. این به معنای نیست که همه توجک ها بد باشند. بعد انجام بازپرسی برنا بگمزاده از مالدوا پناهگاه خواست است تا که یک مدت اینجا ماند، سپس به اروپا برود. روز بعد به پیش او ادوکات و کارمند سازمان ملل آمدند و برنا و کودکش را به اردوگاه پناهجویان بردند. برنا بگمزاده گفته است که مجبور شد که تاجیکستان را ترک کند، چون که وضع ژورنالیستان در کشور خیلی پیچیده بوده، بزیدشان پرونده های جنایی میکشودند. برنا گفته است بزیدی او هم پرونده کشوده جریمهش بستند و او مجبور شد که ترک تاجیکستان کند و از طریق استانبول به کشنیوف رفت تا خودش و کودکش را به اروپا برساند و آنجا آرامانه زندگی کند. شهروند 43 ساله تاجیکستان رستم مشهورف شام 3 ایون
بعد اون که او را به مولدو را ندادند و میخواستند به استانبول پس بفرستند، در فرودگاه کیشینیوف پیستولت کارمند 31 ساله پلیس مرزبان مولدو سرگی مونتیانو را کشیده گرفته، این افسر و ناظر خدمات امنیت فرودگاه پدپلکونیک مستوی خدمات محافظت دولتی ایگر چوفوی 40 ساله را کشت. اشور فنگام عملیات بازداشتش ده تیر خورد و شام 3 ایول به هوش نیامده در بیمارستان یوری تعجیلی شهر کیشینیوف جان داد. گفته می شود جسد او را برای دفن به تاجیکستان می فرستند.